هفته بهمن جازویه رام هرمزی یا ابن ملجم کشنده علی تازی. بهمن جازویه قهرمان ایرانی از جان گذشته‌ای که علی ابن ابی طالب را به ضرب شمشیر از روبرو و نه از پشت آنگونه که مسلمانان بیان می کنند به درک فرستاد و مسلمانان هویت او را برای 1400 سال مخفی نگه داشته اند را به ایرانیان آزاده شادباش می گوییم. به گفته تاریخ بعد از اینکه بهمن به دست اعراب اسیر می شود او را به همراه سایر اسرا برای بیگاری و بردگی و یا فروش به دربار خلیفه می فرستند. از آنجایی که فردی بسیار توانا و هنرمند و صنعتگر بود خلیفه از فروش او صرف نظر و او را به کار می گمارند. نام او را می پرسند. می گوید بهمن جازویه، اما تلفظ نام او برای اعراب، آن هم اعراب تازی، بسیار مشکل بود. از آنجایی که در فرهنگ عرب نام خانوادگی وجود نداشته و ندارد، در نتیجه افراد را به نام پدر آنها لقب می دادند و چون در گذشته بسیاری از اعراب چند پدری و یا پدر مشخصی نداشتند، آنها را به شغل و پیشه‌ای که داشتند لقب می دادند، مانند عمر ابن خطاب، یعنی پسر عمر پسر خطاب. خلاصه نام و شغل پدر او را می پرسند. تلفظ نام پدرش نیز برای اعراب تازی ساده نبود. می گوید پدر من افسارگیر بوده، فردی که افسار اسب پادشاهان و فرماندهان بلندپایه را در هنگام جنگ و کارزار نگاه می داشته. افسارگیر به عربی می شود ملجم و این ساده ترین نامی بود که اعراب تازی توانستند روی بهمن جازویه بگذارند و از آن پس او را ابن ملجم، یعنی پسر افسارگیر بنامند. در پی بررسی های استاد فولادوند در 15 سال گذشته و معرفی شخصیت گمشده بهمن جازویه، برای نخستین بار اسلام خواهان کوشیدند در مقابل اسنادی که همه آنها از سوی تاریخ نگاران عرب گرفته شده است و غیر قابل انکار هستند، تاریخ پژوهان اجیر شده خود را به صحنه بفرستند تا واقعیت اسلام ستیزی ایرانیان را کمرنگ کنند. علاوه بر اسناد انکار ناشدنی باید به این تاریخ نگاران کربلایی گفت که اصولاً در جهان عرب، حتی مصر و سوریه، از زمانی که نام خانوادگی رواج پیدا کرده است خانواده‌ای به نام ملجم موجود نیست که بهمن جازویه ابن او باشد. اما آنچه که برای بهمن جازویه مهم بود این که مقاومت کند تا سر فرصت انتقام خونهای ریخته شده ایرانیان بیگناه و بریدن سر هزاران جوان پاک و وطن پرست را از علی تازی بگیرد که در تجاوز به دختران و قتل عام فرزندان ایران نقش عمده‌ای داشته و اینجاست که در روز موعود به عهد خیش در برابر خونهای بناحق ریخته شده هموطنانش عمل می کند و علی تازی را با یک ضربه شمشیر در محراب مسجد آلوده به خون و به زندگی ننگین این جنایتکار و آدمکش بالفطره پایان می دهد. و ننگ بر ما که برای 1400 سال فریب شیادان و دکانداران روزخان را خورده و در ماهای رمضان تازی گفته ایم لعنت بر ابن ملجم که علی تازی را کشت. ننگ بر ما که برای 1400 سال نخواستیم که بدانیم این ابن ملجم چه کسی بوده و چرا علی تازی را کشت. بهمن عزیز، درود به روان پاکت که بزرگترین افتخار و سربلندی را برای فرزندان آریاییت به جای گذاشتی و در نهایت
قطره‌های خون پاکت پس از 1400 سال جوانه زد و تو را در ژرفای قلب همه فرزندانت جان خوب آریابوم جاودانه ساخت و امروزه فرزندان تو مانند بیژن عباسی، آرش رحمانیپور و بردیا به خونخواهی پدر و همه عزیزان از دست رفته به پا خواستند تا ایران تو را از شر بازماندگان تازی پاک و عظمت و شکوه از دست رفته دیار کهن را احیا و مقبره پاکت را در قلب همه شهرهای ایران بنا نمایند که تو در قلب همه ما جا داری. پاینده ایران،